مقدمه برای نخستین بار او را چند دقیقه بعد از تولدش دیدم او از بد و تولد از لاله و بخش بیرونی گوش محروم بود پزشک می گفت احتمالا عمری را ناشنوا و لال زندگی خواهد کرد نظر پزشک را نپذیرفتم حق من بود زیرا پدر این نوزاد بودم و از سمیم قلب باور داشتم که او حرف خواهد زد و خواهد شنید بر اساس این باور باید راهی میافتم که صدایم را بدون گوش های بیرونی به او برسانم. باید هر طور بود راهی میافتم. پس از چندی یک دستگاه ضبط صوت خریدیم. پسرم در برابر ضبط صوت ایستاد و دندانهایش را به لبه دستگاه گذاشت. او این کار را مرتب تکرار می کرد. به ویژه وقتی آهنگ خاصی پخش می از این کار او سر در نمیآوردم. تا اینکه بالاخره پی بردم استخوان هم میتواند صدا را به گونه منتقل کند پی بردم که اگر با لبانم استخوان پشت گوشه او را لمس کنم و با او حرف بزنم منظورم را درک می کند. وقتی مهرت شد که او متوجه صدا می شود، سعی می کردم میل و قدرت شنیدن را در او تقویت کنم. به کارهای تازه دست زدم. برایش داستان سرایی کردم. با باور عمیق به اینکه هر ناراحتی یا هر معلولیتی امتیازی متناسب با خود به همراه دارد. می گفتم وقتی بزرگ شود، مانند بچه های دیگر می تواند به مدرسه برود و مانند برادرش روزنامه بفروشد و برای خودش درآمد داشته باشد. هفت ساله که شد، مسررانه از مادرش خواست اجازه بدهد روزنامه بفروشد. اما مادرش موافق نبود. او معتقد بود که این کار خطرناک است پسرم بعد از ظهر یکی از روزهایی که منزل نبودیم بیرون رفت و از همسایهمان مبلغ ناچیز قرض گرفت و با آن روزنامه خرید و فروخت. بعد هم از محل فروش آن دوباره روزنامه خرید و خرید و فروش را تا غروب آن روز ادامه داد. غروب قرض خود را پرداخت و به خانه برگشت. وقتی به منزل رسیدیم در رخت خوابش دراز کشیده بود. در حالی که در مشتش چیزی را محکم نگه داشته بود. مادرش دست او را باز کرد. سکه ها را که در دستان کوچکش دید، گریست. گریه بر نخستین پیروزی فرزندش. اما من خندیدم. دانستم که توانستم اندیشه مقاومت و باور به پیروز شدن را در ذهن او بکارم. ما او را به مدرسه معلولان نفرستادیم. او در مدرسه عادی بی آنکه بتواند صدای آموزگاران را بشنود ادامه تحصیل داد و به دانشگاه هم راه یافت. در همه دوران تحصیل انواع سمک ها را امتحان کرد که کمکی به او نکردند اما در آخرین هفته تحصیل در دانشکده سمک جدیدی را امتحان کرد که یکی از شرکت ها به صورت آزمایشی برای او فرستاده بود آن را روی سرش جای داد باتری هایش را وصل کرد و ناگهان گویی جهان تغییر کرد برای نخستین بار صداهایی شنید. به سوی تلفن رفت و به مادرش زنگ زد و صدای او را شنید. اشتیاق، باور و تلاش و پیگیریش سرانجام سمر داد. او نامه‌ای به تولید کننده سمعک نوشت و تشکر کرد و تجربه خود را به طور کامل با آنها در میان گذاشت. آن شرکت او را به کارخانه دعوت کرد. معلولیتش برایش به سرمایه تبدیل شده بود. پسرم با در نظر گرفتن شرایط افراد ناشنوا طرحی دو ساله را برای بازاریابی سمعک ارائه کرد و توانست به ثروت هنگفتی دست یابد و به میلیونها ناشنوا هم در سراسر جهان کمک کند. فقط به این دلیل که باور کرد هر ناراحتی و هر معلولیتی در عین حال امتیازی متناسب با خود به همراه دارد. افکار و باورهای ما مهمترین ابزار موفقیت یا شکست ما هستند. بعضی افراد میپندارند به کار بستن اصول اخلاقی و انجام دادن اعمال نوع دوستانه فقط خاص انسانهای پرهیزکاری است که به این دنیا و موفقیتهایش اهمیت نمیدهند. همانهایی که ترجیح میدهند در انزوا و سکوت به لغم نانی قناعت کنند و سرمایه اصلی را در جای جز این جهان فانی بجویند. این عده بر این عقیده اند که در شرایط و موقعیت دنیای امروز دیگر نمیتوان به اصول اخلاقی عمل کرد. آیا به راستی این باورها صحت دارند؟ به راستی رعایت اخلاقیات و انجام اعمال نادوستانه به نفع انسان نیست؟ نمونه کوچکی از باورهای نادرستی که شاید بیان که متوجه باشیم عملکرد ما را تعیین می کنند، از این قرارند. سرچشمه مادیات محدود است. اگر به دیگران ببخشیم، از سهم خودمان کاسته ایم. برای موفق شدن فقط باید به خودمان و منافعمان فکر کنیم. کمک به دیگران ما را از رسیدن به هدف باز می دارد. در دنیای امروز نمی به راستی و صداقت عمل کنیم. صداقت از مصادیق بارز حماقت است. اگر متواضع باشیم کسی قدر نمی داند و از ما سوء استفاده می شود. با بدگویی از دیگران از منافعمان محافظت می کنیم. این باورها و بیشمار نمونه از باورهای نادرست دیگر که در ذهن ما جای گرفتند می بر ذهن و ذهنیت ما غالب شوند و چنان در سایه و موزیانه عمل کنند که حتی خودمان هم از وجودشان بیخبر باشیم. توجه به این گونه باورها از آن روی ارزشمند است که اندیشه ها و باورها شکل دهنده احساسات و الگوهای رفتاری هستند. هر کسی بر اساس این الگوها عمل می و تکرار این اعمال عادتهایش را پدید می آبرد. پس تا افکار و باورهای نادرست و در پی آن اعمال ما تغییر نکنند، اوضاع بیرون تغییری نخواهد کرد. اگر گمان کنیم با عمل به فضیلتهای اخلاقی مانند نودوستی، صداقت، محبت، صبر و مانند آنها منافعمان به خطر می طبیعی است که برای محافظت از خود و جلب منفعت و دفع ضرر به این اصول اخلاقی عمل نمی کنیم. اما افراد موفق به گونه دیگر می اندیشند. آنها باور دارند با عمل کردن به اخلاقیات احتمال رسیدنشان به موفقیت حقیقی بیشتر می شود. با پذیرش این نکته که عمل به اصول اخلاقی اهرم و تکیگاهی است که به کمک آن میتوان به هر موفقیتی دست یافت، رفتار متفاوتی از خود بروز می دهیم و به نتایج متفاوتتر و بهتری دست می آبیم. با مراعات عدالت و انصاف، تقسیم عادلانه منافع، کمک به دیگران، رعایت حقوق آنان و عمل به اصول اخلاقی موجباتی فراهم می آوریم که حتی راههای رسیدن به موفقیت را برای خودمان هم هموار خواهیم کرد. هیچ کس از بازی ایجاد علت بد و معلول به مراتب بدتر برنده بیرون نخواهد آمد. احتمالا شنیده اید که میگویند اختراعات بزرگ در پی اندیشه های بزرگ رخ دادند. اندیشه نیروی قدرتمندی است اما تا زمانی که به اندیشه عمل نکنیم کاری انجام نمی شود. اندیشه در نهایت اندیشه است. فکر کردن همان عمل کردن نیست. باور به مفید بودن اخلاقیات مانند هر باور دیگر به تنهایی نمی تواند موجبات ترقی و موفقیت انسان را فراهم آورد. تا به اصول اخلاقی عمل نکنیم، اصاره آن در وجودمان تحلیل نمی رود و کیفیاتی که لازم است بروز نمی کند. در واقع اندیشه بدون عمل مانند درخت بدون ثمر است. برای پرورش صفات مثبت اخلاقی در خودمان و در دیگران باید بردبار باشیم و پیوسته تکرار کنیم و تکرار کنیم. با داشتن، کسب کردن، آموختن و پرورش دادن صفتهای نیک اخلاقی به دیگران نزدیک و نزدیکتر می شویم. با آنها دوستی می کنیم و دوستشان می داریم. دیری نمی پاید که بازخورد این دوستی و دوستورزی ها همچون موج بلندی از مهر و محبت به ما باز می گردند و پیوندی دو سوی میان ما و آنها برقرار می سازند پیوندی که بنیاد آن جز بر نوع دوستی نیست جهان بدون دوست داشتن و دوست داشته شدن ارزشی دارد پاسخ این پرسش اساسی را در زندگی شادکامانه ی کسانی می که شهد زندگی، اصاری حیات، و سمر عمری تلاش و تقلایشان را در کام دیگران ریختند شاید هیچ لذتی در جهان با لذت باری که از دوش دیگران برداشته شود برابری نکند